سلام سهشنبه 23 شهریور 89 14 سپتامبر 2010 میلادی در مورد شش موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه آقای بندس موسوی در مصاحبه ای که با سایت کلمه داشته در مورد محدودیت های اخیر و نیروهای امنیتی که دور منزلیشون اشتباه کردند از تردد آدم ها جلوگیری میکنند و سعی میکنند حسره خانگی ایجاد بکنن صحبت کرده و مطرح کرده که عمق جنبش بیش از این حرف هاست و حکومت به غلط فکر میکنه که با از میان برداشتن موسوی یا دیگران میتواند از نارضایتی مردم و جنبش جلوگیری بکنه و همینطور ایشون صحبت کرده که امکان حرکت های غیر متوقع به هم هست پاره منابع درونی حکومت خبر میدن که در بیت آقای خامنه ای بحث هایی شده و ممکن است این مصوبات شده باشه که خدای نکرده دست به ترور آقای مهندس موسوی بزنن با این سناریو که یک از این عرازل و اوباش رو به اسم عناصر خودسر مثل جلوی منزل آقای کروبی بفرستن درگیری درست کنن و بعد هم تیراندازی بکنن بعد هم بگن یک نفر تیرش اشتباه شد کشت و بعد هم بگن مثلا حالا گرفتیم اما مثل مثلا زاره با آقای حجاریان بعد هم گم و گورش بکنن به هر صورت با حرف هایی که آقای ساجدینی رئیس پلیس تهران هم زده که عناصر خودسر رو معرفی شناسایی کردیم معرفی کردیم که سایی که جلوی منزل آقای کروبی بودن و سپاه هم اطلاعی داد لشکر محمد رسول الله که به ما ربط نداشته و اینها میتواند که زمین سازی برای چنین سناریوهایی هم باشه و دامن خودشون رو سعی کنن پیشا پیش پاک کنن تأکید کنن بر اینکه که خودسر هستند و نخشه های شومی داشته باشن بر صورت آی من به درستی تأکید کرده بر اینکه عمق جنبش بیش از این حرف هاست فشار بر مردم و نارضایتی مردم بیش از این حرف هاست و در واقع حرکتی که در بین مردم شروع شده به شخص خاصی هم بستگی نداره به حال آقای کروبی هم در مصاحبه با العربیه مطرح کرده که البته گفته ایشون من در حس خانگی نیستم اما اون ده ده نفری که هر جا برن میان و سعی میکنن توهین بکنن اینها همیشه هستن لزوم هوشیاری همه جنبش برای اتفاقاتی که داره میفته این روزها افزایش پیدا میکنه و باید که از توته هایی که داره شکل میگیره احتمالا همدیگر رو مطلع کرد و تدارکات لازم رو که روزهای بعد هم راجبش صحبت میکنیم پیش پیش در موردش برنامه داشت نکته دوم این که آقای فرزاد فرهنگیان رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل هم به اسلو در نروژ رفت و به کارزار سفارتخانه های سبز پیوست و پیوستنش به مردم رو به این ترتیب اعلام کرد این چندمین دیپلمات ایرانی است که به مردم میپیوندند به جنبش سبز میپیوندند و حرکتی است که ظاهرا باز هم ادامه خواهد داشت نکته سوم این که قرار بود بعد از ماه رمضان آقای خامنه ای برای دیدار مراجع به قم بره قبلا بیت رهبری گفته بود اما اخبار رسیده ها که از این است که نتوانستند رضایت پاره از این آقایون مراجعه رو بگیرن برای اینکه به استقبال آقای خامنه ای برند و امکان چنین کاری رو پیدا نکردن نکته چهارم این که دولت لایحه برنامه پنج ساله رو که قهر کرده بود از مجلس پس گرفته بود دوباره به مجلس برگردونده و آقای نادران مطرح کرده که این کار به دستور بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای صورت گرفته که باید گفت که پای آقای خامنه ای به این دعوا هم کشیده شده و بدون دخالت مستقیمش مسئله حل نمیشه نکته پنجم اینکه آقای علی معلم شاعری که مدیحه آقای خامنه ای رو بارها گفته بود و در فرهنگستان هنر هم به جای آقای مهندس موسوی منصوب شده بود گزارش هایی که منتشر شده و هنوز به سطح خبری بزرگی نرسیده ها که از این است که در جلسه شعرهای درباری و انوری پروری که آقای خامنه ای داره کار غیر مترقبه ای کرده شعری رو در نقد آقای خامنه ای با تندی بسیار زیادیشون قرائت کرده که شعر محکم و کاملا در انتقاد آقای خامنه ای است بر صورت اتفاق جالبی است که اگر تایید بشه و با فایل صوتی که منتشر شده فایل های تصویری هم بتونه بیرون بیاد که قطعا معلومش آقای معلم این کارو کرده شکست در حکومت و فروریختن ستون های حکومت رو یکی دیگه از ابعادش هم نشون میده اما نکته آخری این که کامیون های چینی هوو که مطرح شده بود در خبرها که یکی از اونها در میدان رسالت شهر همدان به سه تا ماشین سواری برخورد کرده و اعلام شد که پنج نفر کشته به جا گذاشته صحبت از این است که بیش از چهل نفر این حادثه دلخراش کشته به جا گذاشته و روز گذشته دویست نفر از کامیوندارانی که کامیون هوا خریدن در جلوی شرکت ایران خود رو دیزل که این کامیون ها رو وارد کرده و شایع هست که دست بیت رهبری و شخص آقا مشتبه خامنه ای در سود این کامیون ها هست تجمع کردند و خواهان رسیدگی شدن چرا که کامیون ها مشکلات سیستم ترمز داره و جون هم راننده و هم به خصوص مردم رو به خطر میندازه اندکی سب سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایران